در اسنای کافتکوی منزلی زیستی منصب دار در ازبکستان میلیون دلاری ایمه ها پولی نقد و دو عدد چیپتای هواپیمایی به سمت مالدیوی یافت گردید. در این خصوص سنترال آزیان آرک خبر داد. در خدمات حفظی حقوقی ازبکستان و در ماموریت شهری تاشکند خبر دادند که معاون رئیسی ناحیه یونس آباد آید به معماری، ساختمانی سرمایه‌داری و رشدی کمیونیکاسیا با عیب کروپسیا به حبس گرفته شد. بنابر معلومات منبع، عین زمان معاون رئیسی ناحیه یونس آباد که سنه 13 اکتبر از طرف کارمندان سر ریاست شعبه کارهای داخلی شهری تاشکند از اتاق کاریش به دستهایش دستبند زده بردند، عین زمان در بازداشتگاه خدمات امنیتی دولتی ازبکستان در کوچه گواردیسکی قرار دارد. چی طوری که منبع در ماموریت پایتخت میگوید، او را در وقت گرفتن رشوت به مقدار 5000 دلار ایمه دستگیر کردند. در وقت کافتکاوی منزلی زیستی منصبدار 1 میلیون دلار و دو چیپتای هواپیمایی به مالدیوی که به نام معاون رئیس و زنی نامعلوم گرفته شده است یافت گردید. وزارت کارهای داخلی و پروکوراتوره جنرالی حالا آیدی دستگیرشوی معاون رئیس ناحیه یونس آباد شرح ندادند. باید قید نمود که به حبس گرفته شدن منصبدار پس از یک سالی دستگیرشوی ستیزوی منصبداران ناحیه یونس آباد به وقوع پیوسته است. در ماه سپتامبر سال 2018 رئیس ناحیه یونس آباد بختیار عبدالسماتوف در وقتی گرفتن رشوت به مقدار 400000 دلار ایمه از طرف خدمات امنیتی دولت دستگیر شده بود. در ماه می سال جاری دادگاه او را در عمل کردن جنایت طبق ماده 205 کدکس جنایی سوء استفاده از حکومت و یا از منصب عبدار دانسته به مهلت 5 سال از آزادی محروم ساخت. دستگیر شده به منصبی معاون رئیس ناحیه یونس آباد آید به معماری، ساختمانی سرمایه‌داری و رشدی کمیونیکاسیا در اول سال جاری تعیین گردیده بود. از مایده کروپسیه که قرش کرشی اپمزه کچکنه کچکنه لرگه اما لیکن کتا دینزاورلر مشاهدان قید میکنند که مبارزه علیه کروپسیه در ازبکستان تنها در بعضی حالتها با پرونده جنایی نمایشکارانه با مقصدی وجود داشتنی مبارزه مذکور کرده می شود. حالان که تمامی مقامات های دولتی در کشور تا مقام بلند پایه فساد زده می باشد. مثلا طبق حسابات تشکیلات بین الخلقی غیر دولتی Transparency International The Corruption Perceptions Index ایندکسی درک کروپسیه افزایش کروپسیه جهانی را معین کرد. کشور ازبکستان در ریتینگ مذکور از 180 دولت جای 158 را اشغال میکند. Anti-corruption message said we're going to fight corruption but what we see is they don't fight corruption they make it.